آموزشگاه قزوین بازی کردم و از 15 سالگی توسط یکی از مربیام به باشگاه داماش تهران معرفی شدم و یه سال در خدمت باشگاه داماش بودم در جوانان و امید که آقای حنیفی آقای کلیون بودن مربیامون و خدا رو شکر از همون سال به تیم ملی جوانان که با آقای دوستی مهر بودیم دعوت شدم به تیم ملی جوانان و بعد از بازی آسیایی به باشگاه داماش تهران که لیگ دو بود و تیم اون به لیگ یک صعود کرد رفتم که زیر نظر آقای مارکال آقاجانیان بود و از اونجا هم به تیم ملی امید دعوت شدم که به بازی های مقدماتی المپیک رفتیم با آقای منصوریان که دو بازی رفت و برگشت با تیم عراق بود و بعد از اینکه بازی ها به اتمام رسید حالا با باشگاه صحبت کردم شرایطی که حالا با آقای عابدینی صحبت کردم و ایشون موافقت کردن که به باشگاه داماش گیلان بیام. خدا رو شکر سال قبل باشگاه داماش اومدم و ابتدا که شروع کردم حالا خیلی دوست داشتم که خیلی زودتر به ترکیب تیم بیام چون اینکه خب من خیلی جوان بودم و یه مقدار حالا شاید تو سالهای گذشته حالا تو دو سال گذشته به جوونا کمتر بها میدادم برای بازی کردن، ولی خدا رو شکر یعنی اواسط نیم فصل اول بود که آیدین ورزاده از من به عنوان دفاع راست استفاده کردن تو باشگاه داماش گیلان و نیم فصل دوم پستت نبود اما رفت بازی کردم. بله بازی کردم دو سه تا بازی و خب نیم فصل اول کمتر بازی کردم به علت اینکه بازی مقدماتی آسیا رو داشتیم تیم ملی جوانان و کمتر در خدمت باشگاه بودم، ولی نیم فصل دوم خدا رو شکر بیشتر بهم بازی رسید، تونستم یه مقدار خودم رو پیدا کنم. چه اومده جلو؟ تیم دقیقا از شروع نیم فصل دوم بود که بود مربی اون موقع؟ فکر میکنم آقای قاسم پور کم قاسم پور بله که بیشتر به شما فرصت دادش. بله حالا بیشتر بود و بعدش که آقای تارتار اومد خیلی بیشتر شد. خب اواخر نیم فصل دوم من خیلی بیشتر بازی کردم، یعنی تقریبا بیشتر بازی‌ها رو بازی کردم. اونجا بودی که کم کم دیگه همه متوجه شدن که یه بازیکن خیلی جوان داره کار میکنه. الان چند سالت شده؟ من 19 سالم. 19 سال پارسال 18 سالت بود تو لیگ برتر. خوبم بازی کردی، اومدی و از اولش هم یعنی از دورانی که کوچیک‌ترم بودی اون حالا اعلام بودی مهاجم بازی می‌کردی؟ چون بله من میگم نزدیک به دروازه بازی می‌کردم همیشه، حالا هافک چپ راست و سانتر فوروارد و خب هرچی ادامه پیدا کرد خب به کناره‌ها بیشتر رفتم چون که تمایلم به کناره‌ها بیشتر شد، چون تو تیم‌های ملی حالا هافک چپ و راست بازی می‌کردم و خب امسال ولی خب اول فصل حالا شرایط جوری شد که خدا رو شکر بازم در خدمت باشگاه داماش بودم و خب با شروع فصل دوست داشتم خب خیلی تاثیرگذار باشم تو تیم، دوست داشتم یه مهره موثر باشم تو تیم و حالا آقای هرندی به عنوان سان فوروار از من استفاده کرد. اول خیلی خوب شروع کردیم فصل رو و شرایطمون خیلی خوب بود و میگم خیلی دوست داشتم فصل خیلی خوبی رو بگذرونم، هم نظر هم تو باشگاه داماش هم تو تیم ملی که خدا رو شکر به صورت نصیب اون چیزی که می‌خواستم رسیدم. حالا شرایطم تو باشگاه خوب بود و خب تو تیم ملی جوانانم حالا شرایطم خیلی خوب بود ولی متأسفانه نتونستیم به جام جهانی صعود کنیم. یه بخش دیگر رو همکاران آماده می‌کنن، بازی داماش و سپاهان با هم می‌بینیم، برمیگردیم و می‌خوام ببینیم که الان جام بخش چیکار می‌خواد بکنه، این ارتباط قلبی که بین او و هواداران داماش ایجاد شده چه تصمیمی رو میخواد در آینده بگیری. ولی فصل دیگه با هم دیگه بازی داماش و سپاهان رو بخش دومش رو ببینیم، برمیگردیم باز هم در خدمت علیرضا جان بخش عزیز خواهیم بود. فرصت امین متوسط‌زاده در حال چرخش وارد مرحله جریمه شد، متوسط‌زاده پاس رو بیرون کبه یه شوت و گردان میگیره با جهش خوب شهاب گردان، بهترین فرصت بازی در همین دقیقه ابتدایی. در دروازه فراهانی در دو مرحله بالاخره توپ رو از آن خودش میکنه. سپاهانی ها بهترین مدافع خودشون یعنی فرشته طالبی رو در اختیار نداره، یه ضربه خطرناک از بالای دروازه به بیرون رفت. ارسال بروی دروازه، یه ضربه سر به دست یه نفر برخورد کرد، پنالتی و پنالتی برای داماشی ها در 19 دقیقه بازی و یک اخطار، کارت زرد برای احسان حاج صفی. تورج اقبالی در سود خودش میدمه، خود مصطفی حاجتی میزنه و گل و گل گل برای تیم داماش توسط مصطفی حاجتی از نقطه پنالتی. داماش 1-0. چه یک بار دیگه ارسال به روی دروازه، یه فرصت و مختاری توپ رو با سینه پاس داد به میلاد فراهانی.
متوسل‌زاده عالی عبور میکنه، متوسل‌زاده یه شوت و گل و گل، گل دوم برای داماشیا توسط امیر متوسل‌زاده. داماش چیکار داره میکنه تو این بازی؟ و خوشحالی هواداران در ورزشگاه عزادی. سوکای موفق‌تر، مرتضی ابراهیمی یه پاس، همچنان سوکای و از کجا به بیرون میزنه توپ رو؟ محمد رضا خلعتوری. خود جان آلیان پا به توپ، بازیکن خوب با تکنیکی است، فرصت برای خلعتوری درون محوطه و از راه میرسه ابوذر رحیمی و اجازه نمیده رویسکیا ضربش رو بزنه. حالا مهدوی ارسال اوبروی دروازه، متوسل زاده میتونه کنترل کنه، متوسل زاده و برخورد، اما بازی ادامه پیدا میکنه. امین متوسل زاده حاجتی اون و درخواست توپ کرده، فرصت مصطفی حاجتی تک به تک و به گردان میکوبه توپ رو. حالا محرم نویدکیا یه پاس فوق‌العاده در محوطه جریمه، محمد غلامی بعد کنار دروازه توپش عبور میکنه، یه ضربه مستقیم و گل، و گل برای سپاهان روی یک ضربه ایستگاهی. خلعتوری یکی از گلهای خورده رو جبران میکنه. چقدر عالی ایستگاهی زد این محمد رضا خلعتوری. بازی سختی بود با توجه به که ما با تیم دوم لیگ بازی میکردیم و سپاهانی که از حرفه‌ای‌ترین تیمای کشورمون هست تو مسابقات باشگاه آسیا داره بازی میکنه، بازی سختی میشه. به هر حال ما بعد از بازی نف که فرصت داشتیم و از نظر رو روانی با بازیکن‌ها صحبت کردیم، ریکاوری رو انجام دادیم، رفتیم تو کار مسائل فنی و با توجه به اینکه شناختی هم از سپاهان داشتیم و اومدیم چون 4 بازیکن کلیدیمون رو داشتیم، مجبور شدیم که سیستممون رو عوض کنیم و دیدید که با تغییر سیستمی که به وجود اومد بچه‌مون به نفع هستن انجام دادن. من دست همه بازیکن‌ها رو می‌بوسم و از همینجا بهشون تبریک میگم، خسته نباشی میگم، چون واقعاً از اول سال تا الان با غیرت با تعصب جنگیدن، به دور از همه مشکلاتی که داشتن در داخل زمین نمی آوردن. من ازشون تشکر میکنم و دستشون در نمی. بینندگان عزیز، ارجمند برنامه سکو در خدمت علیرضا جهانبخش هستیم، بازیکن جوان خوش آتیه تیم داماش گیلان. آقای جهانبخش بفرمایید که جو تیم داماش چطور بود وقتی که اومدی به عنوان بازیکن جوان 18-19 ساله؟ برخورد بازیکن‌ها، هوادارا؟ خب ببینید، یه جوون خیلی سخته که خودشو خیلی زود توی یه تیم اثبات کنه و منم قطعا این شرایطو داشتم. خب اوایل خیلی سخت بود بخاطر اینکه مخصوصا سال قبل که ما خب حالا بازیکنهای خوب زیاد داشتیم و یه مقدار سخت بود، ولی خب بازیکن خیلی ستاره داشت، پارسا دونیت پور رو نمیدونم، بله دقیقاً، ولی خب من هدفم بود، تصمیم گرفته بودم که تو 18 سالگی تو لیگ برتر بازی کنم و خدا رو شکر به این مهم رسیدم و شرایط رفته رفته بیشتر بهتر شد و هم اعتماد کادرهای فنی که اومدن تو باشگاه، هم بازیکن‌ها خیلی بیشتر شد، نزدیکتر شدم به بازیکن‌ها و واقعیتش اینه که من واقعا تو 2 سالی که تو باشگاه داماش بودم خیلی لذت بردم از بازی کردن کنار هم بازیام، چون هم بازیکن‌های خیلی خوبی داریم ما، هم از نظر شخصیت و اخلاقی، هم از نظر فنی، و قطعا هم بازیکن‌ها، هم کادر فنی و هم هواداران داماش گیلان خیلی خیلی تو پیشرفت من تاثیر داشتن. و من خب همیشه گفتم من واقعا پیشرفت اصلیم و مدیون باشگاه داماشم، مدیون حالا مدیریت باشگاه، انتخابایی که واسم داشتن، تصمیمایی که گرفتم، و امیدوارم که حالا اگه حالا اشتباهی بوده، حالا مشکلی بوده تا الان، حالا کمکاری بوده، چون که خب یه مدت حالا یه سری صحبت ها شده که من حالا تو یکی دو تا بازی شاید کمکاری کردم، یا اینکه حتی فکر نمی‌کنم کمکاری بشه اسمش، شاید مقطعی بوده، چند هفته‌ای بود شما نمیدونم حالا استرس داشتی چی بود، توپات گل نمیرفت، یعنی تو بهترین موقعیت قرار میگیری توپ تو گل نمیره یا میکوبیدی به دروازه. آره دقیقاً، اون تمرکز اون لازم فشار روانی داره. آره فشار روانی مقدار زیاد، انتظاراتم ازت خیلی بالا رفته بود یه مقطعی. حالا دقیقاً اینجوری بود، چون میگم که حالا ارتباطی که با هوادارا خدا رو شکر ایجاد کرده بودم، حالا ارتباطی که با کادر فنی بچه‌ها بود، خب حالا این انتظاره بود، میگم تمام تلاشمو کردم که بیشترین تاثیرگذاری داشته باشم، امیدوارم که اینجوری میبود. شما بفرمایید که الان به هر حال تو این برنامه‌ریزی که کردی 18 سالگی تو لیگ برتر بازی کنی، تو این برنامه تیم ملی بزرگسال فکر می‌کنی کی بازی کنی؟ خب ببینید، بازی کردن تو تیم ملی بزرگسال هر کشور آرزوی هر بازیکنیه و منم از این قاعده مستثنا نیستم. قطعا دوست دارم خیلی زودتر به تیم ملی برسم تا اون مراحل پیشرفت رو خیلی زودتر طی کنم. آره خب حالا ما الان تیم ملی بزرگسالمون خب هم مربی
خوبی داریم، مربی با تجربه ای، حالا رزومه خیلی خوبی داشتن آقای کیروش و قطعا ایشون بازی ها رو میبینن، هر موقع که صلاح بدونن دعوت میکنن و میگم واقعا خواسته قلبی منه که هر چیز زودتر اتفاق بیفته. علی خب نظر کادر فنی تیم ملی خیلی مهمه. بعد بفهمم که البته آقای سروانی من پشت خط میخوام باهاشون صحبت کنیم، اما قبل از اون میخواستم ازتون بپرسم در مورد این رفتنتون و اینا، واسه اجازه بدید صحبت آقای سروانی بشنویم، بعد در مورد این پیشنهادایی که این فصل داری صحبت خواهیم کرد. آقای سروانی سلام، شبتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای پوربس و همچنین دارم خدمت بینندگان برنامه شما. بله آقای سروانی، در مورد آخرین وضعیت خیلی دوست داشتیم با آقای عابدین صحبت کنیم، گویا در دسترس نیستن. آخرین وضعیت این نقل و انتقال باشگاه رو توضیح میدید برای ما که چه اتفاقی افتاده؟ ببینید تو دو هفته اخیر با آقای عابدینی با چندین متقاضی خرید باشگاه مذاکره کردن، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیدن. طی هفته جاری دو خرید متقاضی خارجی هم وارد مسئله شدن، اینا هم دارن مورد بررسی قرار میگیرن. شرایط ما به اونا انتقال داده شد و شرایط اونا هم انتقال داده شد. بله. حالا در نتیجه نهاییش انشالله که به زودی اعلام بشه و من فکر کنم تا هفته آینده یا یه ده روز دیگه مشخص بشه نتیجه. آها، یعنی تا قبل از بازی استقلالتون دیگه مشخص خواهد شد دیگه؟ امیدوارم انشالله که اینجوری. من بازیکنای کل فصل که پولشون رو نگرفتن خلاصه مالک مشخص بشه، بدیهای گذشته مشخص من بشه. آیه پوربخش فکر کنم آیه عابدینی داره تمام تلاششون میکنه، یعنی من تمام میبینم ایشونو که تمام وقتشون رو گذاشتن، حتی میشه گفت زندگیشون هم گذاشتن که این مسئله سریعا حل بشه و امیدوارم حل بشه. حالا به هر حال یک سری متقاضی بودن اومدن جلو، چه از رشت چه از تهران. فکر میکنم البته آقای سروانی با این تجربه‌ای که در این یک سال گذشته ایجاد شده برای تیم داماش و باشگاهتون یه مقدار حساس‌تر هم کردن که با سلیقه بیشتر انتخاب کنن. دقیقاً من فکر کنم آقای عابدینی رو همین وسواس بیشتری دارن به خرج میدن تا خریدار بهتری نصیب تیم بشه، تا تیم دچار مشکل دوباره در فصل آینده نشه و بتونه به روند خوب خودش ادامه بده. ان شاء الله. تشکر می‌کنم آقای سروانی. از کی تمرینات تیمتون شروع میشه؟ ما از شنبه تمریناتمون رو شروع می‌کنیم. سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خواهش می‌کنم، ممنونم، خدا. خواهش جان باش، در مورد رفتنت برای بینندگان توضیح بده، این پیشنهاد از چه باشگاهی هستش و من چه دستم می‌خوره اینجا. سال گذشته پیشنهادات بیشتر از داخل ایران بود، سپاهان و پرسپولیس به شدت دنبال جذبتون بودن، الان به یک بار صحبت تیم‌های خارج از کشور هستش. خود صحبت کنم از پارسال هم از امسال خیلی کوتاه. بله خب دقیقاً اوایل فصل قبل بود، حالا باشگاه پرسپولیس که حالا فکر می‌کنم که بهترین تیم‌های کشورمونه و خب این که واقعا تیم بزرگی هم تو ایران هم تو آسیا و خب حالا یه صحبتای شده بود، ولی خب اوایل سال قبل شرایط جوری بود که هم باشگاه هم که شرایط جوری خودم دوست داشتم که جای بازی کنم که هم بازی بیشتر بهم برسه هم شرایط جوری بشه بتونم حالا تواناییامو اثبات کنم و شرایط این پرسپولیس بحران زده اگه می‌رفتی فکر کنم اصلا یه جورایی نابود میشد. خب حالا خدا رو شکر مشورتایی که گرفتم صحبتایی که کردم و میگم حالا سخت نبود اول فصل یا پرسپولیس رو دارم میذارم میام داماش. نه نه نه، چون واقعا میگم من اعتماد واقعا کامل داشتی به نه نه، از اون اول که به باشگاه داماش اومدم واقعا داماش خونه خودم میدونستم، یه حس خوبی به این باشگاه داشتم، به خاطر همین که خیلی تونستم زود پیشرفت کنم، زود تو این تیم خودم رو جا بندازم. و خب امسال هم از حدود فکر می‌کنم یک ماه پیش بحث داخل کشور باشگاه پرسپولیس سپاهان شد و من دوست داشتم که خب این قضیه رو به باشگاه بسپارم، به شخص خدای عابدینی، چون اینکه شرایط جوری بوده که تا الان حالا اون مسیری که داشتم و خب ایشون خیلی بهم کمک کردن تو مسیر پیشرفتم و حالا سپردم با ایشون، یه سری مذاکرات شده بود ولی خب من خودم جدی‌تر، چون از بعد بازی‌های آسیایی جوانان من یه فکر می‌کنم سه تا آفر خوب داشتم از بیرون کشور و که سه تاشم خب تیم‌های اروپایی بودن و خب خیلی جدی این قضیه دنبال شد، خب نامه زدم به باشگاه ولی خب یه باشگاه هلندی بود که خیلی جدی‌تر این قضیه رو پیش گرفتن، لیگ هلند، لیگ برتر هلند. بله. و دو تا دیگر کجاست؟ تو کجا بودن؟ یه باشگاه ترکیه بود، یکی هم روسیه و خب شرایطشون خوب بود، ستاشون هم تیمای لیگ برتریش بودن ولی خب نماینده باشگاه هلندی اومد ایران، خیلی جدی صحبت کردن با باشگاه و حتی تورنمنت قطرمون که با تیم ملی امید داشتیم مسئول استعدادیابی اون باشگاه اومد که خب مسئول خرید بازیکنای موقع نقل و انتقالاتشون بود و خب این قضیه خیلی خوب پیش رفت و خودم خواسته قلبیم بود که
که بتونم خیلی زودتر از ایران برم، چون اون مراحلیه که دوست دارم از الان تو پیش رفتم تو اون مرحله که میتونم اون مسیر فوتبالم و اون آموزش که میتونم ببینم، و قطعا اروپا خیلی بیشتر میتونه بهم کمک کنه. ولی خب من هیچ وقت واقعا باشگاه داماشو رو فراموش نمی کنم. خب الان هم بازم معلوم نیست که سال برای سال و شرط چجوریه، ولی خب من همیشه داماش تو قلبم زنده است و همیشه خودم مدیون باشگاه داماش میدونم، مدیون هوادارای خوبه، چون واقعا هوادارای داماش خیلی پشتوانم بودن، تمام کادرهای فنی، از همه بازیکنامون که خب تا الان خیلی تو این مسیر پیش رفتن بهم کمک کردن، از همهشون تشکر میکنم و امیدوارم بتونم یه انتخاب خوب کنم. اول اینکه بتونم به اون چیزی که میخوام برسم و یه انتخابی باشه که بتونه تو پیشرفت فوتبالم بهم کمک کنه. انشالله یه مسابقه نظرسنجی امشب رو دوباره میبینیم، برمیگردیم صحبت پایانی علیرضا جانبخش رو میشنویم.